کابل سالها است که با کمبرقی و بیبرقی روبروست. مخصوصاً در فصل سرما شهروندان کابلی روزانه یکی دو ساعت بیشتر برق ندارند. هرچند شکایت‌های بسیاری از شرکت برشنا صورت گرفته، اما تاکنون این مشکل حل نشده است. امان الله غالب رئیس شرکت برشنا امروز یک بار دیگر تأکید کرد عاملان اصلی بیبرقی در کابل زورمندان است. زورمندانی که شمار آنها کم نیست و صدها میلیون دلار به شرکت برشنا مقروض هستند. و گفته امان الله غالب این افراد که از وزرا و مقام‌های بلندپایه حکومتی شروع شده تا نمایندگان مجلس و والیان ادامه دارند پول برقشان را نمی‌پردازند. ما زورمندان را قطع نمی‌کنم یا کسایی که بلبرق می‌تا از غریبا را می‌کنیم. ما روان تغییر دادیم والا ما از بلایی که نشر کردیم از کسایی که یک میلیون بالاتر قرضدار است اول نامزد دادیم. حتی اینجا رئیس صاحب نشست نه کمیته این شده است که خانه‌های باز وکیل صاحب و وزیر صاحب کسا برند که برشان بگن که بل پرداخت کنه یگنا متاسفانه قطع می جنجال. ما یک طرح پیشنهاد کردیم به سارانوالی محترم که بین اگر کسی بل برق نمیده به سارانوالی معرفی شویم. یک کمیته تعیین شد جناب رئیس صاحب، متاسفانه سرچپه شد کار. حال بل برق که ما به سارانوالی روان میکنیم که بل برق این نفر قرضدار است، او یک اسلام از کارمند ما میده میگه که تو چرا بل برش قطع نکرده بودی، چه وقت تاریخ شبتی، تو چرا چی کار کردی؟ به او یک سلام میتن. آل کارمندان ترسیدن که بیاد سرچپه سوال از ما میشه، از این مکم گرفتن که چرا قطع کردی اسناد و عکس و شواهد به یک جنجال دیگه مزلف دیدیم. شرکت برشنا پیش از این نیز چندین بار لیست مقروضین برشنا را رسانه ای کرد، اما از آنجایی که این افراد در مقام های بلند حکومتی کار میکنند شرکت برشنا قادر نشد تا پول برق را از آنها بگیرد. حالا امان الله غالب میگوید قضیه نپرداختن پول برق توسط افراد زورمند را به سارنوالی داده است، اما سارنوالی نیز در این مورد توجه نکرده و به جای اینکه افراد زورمند را مجبور به پرداخت پول نماید، کارمندان شرکت برشنا را زیر فشار میگیرند. پیش از این نیز گفته‌هایی وجود داشت که برشنا برای اینکه پول‌های پرداخت نشده توسط زورمندان را جبران کند، بل برق شهروندان عالی کابل را چند برابر افزایش می‌دهد. موردی که بارها رسانه‌ای شده و حتی برنامه‌های مختلف طنز در مورد آن تهیه و منتشر شد. هر روز آقای بی بعد از سالها پسنداز برای خودش مغازه خریده بود و اسمشو گذاشت بی برقی. کار کاسبی آقای بی بعد از یه مدت کوتاه گرفت و اوضاعش از این رو به اون رو شد. بنابراین رفت و برای خودش یه تابلو خیلی بزرگ درست کرد و کوبید سردر مغازه. همه کاسبای محل حسابی شگفت زده و متعجب شدن و جمع شدن و به تابلوی مغازه آقای بی نگاه میکردن. آقای بی به کار خودش افتخار میکرد و خودشو متخصص ساخت تابلوی مغازه میدونست. برای همین کاغذی رو به شیشه مغازه چسبوند و روی اون نوشت ساخت تابلوی مغازه با بهترین کیفیت. اما یه روز صبح اتفاق عجیبی افتاد. نمایندگان مجلس امروز هرچند تاکید کردند که آقای غالب نام نمایندگانی را که بل برق را تحویل نمی‌دهند رسانه‌ای کند، اما او از خواندن لیست نمایندگان مقروض به شرکت برشنا خودداری کرد. جدا از پرداخت نشدن بل برق توسط زورمندان، هر از گاهی گروه طالبان و افراد مسلح غیر مسئول نیز در سالنگ اقدام به تخریب پایه‌های برق کرده و برق وارداتی به کابل را قطع می‌کنند. در آخرین مورد به دلیل تخریب پایه‌های برق در سالنگ جنوبی، کابل و 24 ولایت دیگر برای یک هفته در تاریکی مطلق بود. برای دریافت خبرهای مهم و رویدادهای تازه کانال ژرفا را سابسکرایب و ما را دنبال کنید.